در این زمینه توجه کنید. اینها کسانی اند که بنا به هر دلیلی اکنون به دام بلا افتادند. ایتیاد بیماری که نباید آن را جرم تلقی کرد. این شعار همیشگی وزارت مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه است. درک چنین یک باور برای باشندگان عادی شهر کابل با وجود افزایش رقم معتادان به مواد مخدر مشکل است. مقام ها در دولت نبود جای مناسب برای معتادان را یک مشکل عمده می دانند. شاید این توجیه بیش نباشد، مردم چنین می گوید. مردم می گویند این بی توجهی سبب شده که این معتادان همزمان دزدی هم کنند. چون اینا دیگه توان کار ندارند در جامعه که بخواین خودشان برن کار بکنن و همون احتیاج روزمره خودشان از رای کار و از رای زحمت کشی و عرق ریزی مرفوع بسازن. فلحاظ اینا مجبور هستن که دست به سرقت بزنن. کمی سرقت های خرد و ریز که در ساحات صورت میگیرن تجربه برای ما نشان داده که اغلبا توسط سارقین است که میدن اشیای خرد و ریز از ساحات از خانه ها دزدی میکنن. گاهی وقت هم حتی به طور شده که 7 نفر 8 نفر از اینا یک جای شده، بعضی مردم آبرین که شب نوقت میگذرن از یک ساحه یا صبح بسیار زود میگذرن، اینا دست براگیری میزنن، دست به اذیت آزار مردم آبرین میزنن. پس از آنکه معتادان از جاهای قبلیشان پراگنده شدن، اکنون در کوچه ها و پس کوچه های شهر کابل جا خوش کردن. این وضعیت نگرانی باشندگان اطراف جاده شهید مزاری را در قبال کودکانشان به بار آورده است. یک تعداد کسایی که مثلا اینجا مواد مخدر شیزا میکشد از زیر از پول هسته و اینا برای ما مشکلات ایجاد کرده، برای خصوصا برای اطفال ما. اطفال ما می روزانه از زیر از پول از دود از اینا برای از اینا ضرر داره و از دولت تقاضا مندم که تا اینا را مقصد یک جای دیگه انتقال بده و از اینجا بسیار مشکلات زیاد برآورده دیگه. باشندگان این منطقه میگویند که وسایلی که معتادان استفاده میکنند بیش از حد در آنجا باعث بروز امراض مختلف در بین مردم شده است. از سوی دیگر گزارش ها نشان میدهد که نبود مراکز صحی و درمانی باعث افزایش روزافزون معتادان در کشور شده است. اما معتادان هم دست به دامن دولتند. ما در اینجا خیلی مشکلات داریم، یعنی هر جایی که میریم مشتکا بچه‌ها هر کدام ما را میده بچه ها مرقد سنگ میزنه. ما اصلا آزار اذیت در مردم نداریم. بعد اینکه این پلیس از هر روزه که میاید اینجا جیب ما را خالی میکنه، هر کدامشان به یک شکل من جیب ما را خالی میکنن آزار اذیت. ما از دولت تقاضا داریم که یا یک جایی برای ما معین کنه یا یک تادوی. این خود ما چندین شفاخانه میروم، من پارتی دارم که در اونجا مرا بستر کنم، میگه که یکان پیسه وی تو گپا. باز من یک آدم غریب هستم، پیسم ندارم که خود برم در شفاخانه شخصی بستر کنم. در شفاخانه دولتی یک دانه است که دامم نمیرسه، نفر معتادین زیاد است دیگه. پیشتر وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته بود که قرار است در 7 زون کشور مراکز را برای درمان معتادان به مواد مخدر ایجاد کند. گفته می شود که در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. آمارها نشان می دهد که بیش از 50% معتادانی که صحت یاب می شوند دوباره به اعتیاد رو می آورند. حال نگاه گذرایی می اندازیم به چند رویداد دیگر از داخل و خارج کشور. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید در جریان سال گذشته خشونت در افغانستان 87% افزایش یافته است. گزارش تازه سالانه وزارت دفاع حاکی است که این افزایش در خشونت عمدتاً به خاطر افزایش در شمار عساکر ائتلاف و تهاجم‌های جدید متحدین بوده است. این نوع حملات بزرگترین عامل تلفات نظامیان آمریکایی بوده است. بر اساس این گزارش با وجود افزایش در خشونت‌ها، مردم در همه‌پرسی‌ها گفته‌اند که نسبت به یک سال گذشته آنها خود را بیشتر مسئول احساس می‌کنند. آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که حکیم الله محسود در یک حمله تیاره بدون پیلوت در ماه جنوری زخمی شد، اما گفته می‌شود که جان به سلامت برده است. یک مأمور ارشد استخبارات پاکستان روز پنجشنبه گفت آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که محسود زنده است.
ماموران آمریکایی گفته بودند که آنها بیش از 90% مطمئن هستند که این رهبر تندروان کشته شده بود. در ماه فوریه وزارت داخلی پاکستان گفت معلومات موثق در دست است که محسود کشته شده است. با این حال طالبان همیشه انکار کرده بودند که محسود در آن حمله کشته شده است. چند روز بعد از آن حمله طالبان کست صوتی را از این رهبر طالبان نشر کردند که به قول آنها ثبوت این حقیقت بود که او هنوز زنده است. یک عضو پارلمان افغانستان و پلیس کشور اعلام کردند سربازان ناتو به منزل یکی از قانونگذاران برجسته افغان حمله نمودند و یکی از بستگان وی را به قتل رساندند. ارتش فرانسه نیز مسئولیت کشته شدن چندین غیر نظامی افغان به طور تصادفی را پذیرفت. نیروهای آیساف تایید کردند در حمله به یک منزل مسکونی در منطقه سرخرود واقع در شرق ولایت ننگرهار یک فرد به خاطر حمله اسلحه کشته شده است. آیساف با صدور بیانیه اعلام کرد سربازان یک تسهیل کننده طالبان را در منطقه تعقیب می کردند. در این بیانیه نامی از عضو پارلمان افغانستان نیامده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دولت‌های همه کشورهای جهان را با پایان دادن به جنایات بدون کیفر علیه خبرنگاران و مجازات عاملان این اقدامات علیه کارمندان رسانه‌ها دعوت کرد. بر اساس اطلاعات کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران سال گذشته 99 تن از کارکنان رسانه ها کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل در آستانه 3 می روز جهانی آزادی رسانه در پیامی اظهار داشت من این کشتار را محکوم می کنم و تلاش می کنم تا عاملان این امر در مقابل دادگاه قرار گیرند. همه دولت ها باید از کسانی که در رسانه های جمعی کار می کنند حمایت کنند. این حمایت باید انجام تحقیقات و تحویل به دادگاه افرادی که این جنایات را در رابطه با خبرنگاران انجام داده اند شامل شود. بدون کیفر ماندن این اقدامات دستان جنایتکاران و قاتلان را باز کرده و افرادی را که جرمشان مخفی مانده تشویق می کند. بانکیمون همچنین به شدت از دولت‌هایی که خبرنگاران را با سانسور و حذف رسانه‌های غیر وابسته و مکتب‌های سیاسی و اقتصادی تحت فشار می‌گذارند انتقاد کرد. با دعوت به تشکیل دولت موقت علاوی خواستار مداخله سازمان ملل و شورای امنیت در عراق شد. نخست وزیر اسبق عراق در سفر به مصر و دیدار با دبیر کل اتحادیه عرب خواستار مداخله سازمان ملل و شورای امنیت برای تشکیل دولت در عراق و نظارت بر بازشماری آراء انتخاباتی شد. خبرگزاری الجزیره قطر گزارش داد که عیاد علاوی رئیس ائتلاف العراقیه در انتخابات پارلمانی این کشور روز گذشته در سفر به مصر و دیدار با عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب خواستار تشکیل دولت انتقالی در عراق شد. علاوی در دیدار با موسی مدعی شد که برخی در عراق به دنبال دور زدن قانون اساسی عراق و نادیده گرفتن اراده ملت آن هستند تا فهرست العراقیه نتواند دولت را تشکیل بدهد. وی از اتحادیه عرب خواست تا با مراجعه به سازمان ملل و شورای امنیت به عراق کمک کند تا مرحله تشکیل دولت را پشت سر بگذارد و دولت در این کشور تشکیل شود. قماندان امنیت